ابراهیم رئیسی از پیشرفت جمهوری اسلامی در سایه رهبری علی خامنه ای سخن میگوید و معترضان را فریب خورده میخواند و از آنها میخواهد به آغوش ملت بازگردند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رئیسی عامل پیشرفت مملکت را شخص علی خامنه ای میداند و از رهبر با عنوان عمود یا همان ستون خیمه نظام یاد میکند. او معتقد است که کاستی ها نتیجه بی‌توجهی دولت و قوا به حرف های خامنه ای است و دشمن هم به دنبال زدن همین ستون است. او در مقابل آنها که فریب خورده اشان میخواند از معاندینی نام میبرد که نباید به آنها رحم کرد. سوال اینجاست که مگر نتیجه اقتدار و پیشرفت چیزی جز آرامش است؟ پس چرا رئیس دولت عصبی است و در سخنرانیش پرخاشگری می کند؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با دامون محمدی تحلیلگر سیاسی باشید. آقای محمدی، ابراهیم رئیسی مدعیه که نظام پیشرفت داره، از مخالفانش میخواد به آغوش ملت برگردن. سوال اینجاست که اگر ملت همراه نظامن، کشورم داره رو به جلو حرکت میکنه، چرا اینقدر رئیسی صدای نگرانی داره، اینقدر عصبی حرف میزنه در سخنرانیش؟ خدمتتون عرضم که وقتی که شما فردی که سخنران نباشه، سیاستمدار نباشه، توی سخنرانی و صحبت‌ها شما کاملا اینکه از چه چیزی متأثر هست رو میتونید متوجه بشید. تمام دغدغه رئیسی و همچنین حتی افرادی مثل سلامی این روزها مشخصه که بسیار مورد توبیخ و در واقع عتاب خامنه‌ای قرار میگیرن. اثر بحرانی که درگیرش هستن و اثر ناتوانی و استیصالی که در واقع سرتاپشون فرا گرفته. به نظر میاد که از صحبت‌هاشون و از حتی تحلیل زبان بدنشون مشخصه که بسیار مورد خشم خامنه‌ای هستند و اینکه ناتوانند در مدیریت به هر شکلی که حالا چه در مسائل روتین مملکت چه در برابر اعتراضاتی که صورت گرفته. این واکنشی که شما دارید می‌بینید به نوعی میشه گفت که مخاطب به یه شکلی خامنه‌ای هست و از یه بعدی هم داره فرافکنی میکنه هم داره مجیزگویی میکنه. شنونده و خریدار حرفای رئیسی در این بزنگاه تاریخی چه کسانی هستند آقای محمدی؟ حرفای رئیس دولتی که از ثابت نگه داشتن قیمت تخم مرغ هم عاجزه، روی کدوم قشر از جامعه ایرانی میتونه تأثیر بگذاره؟ خدمت شما عرضم که همونطور که در بخش اول هم اشاره کردم، نکته اصلی اینه که تمام مغز سخنرانی و صحبت رئیسی برمیگرده به این که خامنه ای رو در یک مد در واقع حاله امن نگه داره، همه چیز رو در ساید ایشون صاف نگه داره، تمیز نگه داره و بعد بیاد همون فرافکنی که همیشه صورت میگرفته بیاد در واقع به نوعی مشکلات رو منتسب بکنه به گروه های مختلفی که در فضای سیاسی ایران به شکلی فعال بودن. یعنی همون الگوی قدیمی که خود خامنه ای از این الگو استفاده کرده، یعنی جناحهای سیاسی که اصولا در نظام و رژیم اسلامی حاکم هستند و بودند صرفا برای رفع مسئولیت از خامنه ایه. و این چیزی هم که الان داریم ما مشاهده میکنیم ما توی این صحبت ها، به نوعی میشه گفت که اولا مخاطب اول خامنه ایست و مخاطب دومش اون افرادی هستند که جز بدنه بسیجی و بدنه در واقع میشه گفت سرکوب نظام هستند، که این صحبت ها تلاش میشه برای اینکه یه جورای اونها رو که بسیاریشون هم ریزش دارن و بسیاریشون هم سرگردان هستند رو مورد خطاب قرار بده و سعی بکنه که خامنه ای رو در مبرا بدونه از مسئولیت ها و همه مسائل رو فرافکنی بکنه از افراد این دولت یا به اون دولت یا این جناب به اون جناب. همونطور که گفتید رئیسی میگه عامل همه پیشرفت ها توجه به حرف های خامنه ایه، عامل کاستی ها هم بی توجهی به حرف های او. از طرفی قوای نظامی و امنیتی و رسانه ها، قوه قضاییه، این بار حتی دولت و مجلس هم مثل خزانه کشور در دوره آقا محمد خان قاجار همشون زیر کلید علی خامنه ای هستند. در این سازوکاری که حاکمیت مطلقه حکم فرماست، چه کسی به جز خامنه ای میتونه مسئول این همه ویرانی باشه آقای محمدی؟ خدمت رو عرضم، ببینید اصلا بر سیستم رژیم حاکم بر ایران، همین سیستم در واقع نظام اسلامی، بر این مبناست که یک حاله مقدس رو در فضای رهبری به خامنه ای بچینه و بعد همه مسائل رو به شکلی فرافکنی بکنه و سعی بکنه که دعواهایی رو یا دو قطبی هایی رو بین این جناح و اون جناح تشکیل بده و عملا رفع مسئولیت بکنه. حتی ما میبینیم که روند قانونی هم به شکلی طی میشه که شوراها و نهادهای شکل میگیرن
کردنه که اون حکومتی هم به شکل مستقیمی خودش نشونه ده. آخرین نمونهش هم همین شورای سوابقی که ما داریم نگاه می‌کنیم که از توش همیشه هم فتنه و همیشه هم مسائل و مشکلات خیلی جدی به وجود اومده. یعنی چه اونجایی که میان تصمیم گیری می‌کنن برای بنزین، چه اونجایی که تصمیم گیری می‌کنن برای مسائل مختلفی که توی مملکت گرفتارش هستن، همه‌شو که نگاه می‌کنیم برمیگرده به اینکه می‌خوان خامنه‌ای رو به نوعی مبرا بکنن و رفع مسئولیت از اون بشه. حتی تو مسائل تصمیم گیری سطح کلان ما می‌بینیم، یعنی بخشی که مثلا برجام مطرح میشه می‌بینیم خامنه‌ای تلاش می‌کنه که اگر برجام به سمت مثبتی بره به نام خودش تمام بشه و اگر مشکلی باشه از قبل یا بعدش چیزایی گفته باشه که باز خودش کنار بذاره. این نوع در واقع اداره کشور و ساختار حکومتی باعث میشه که وقتی که ما به اینجاها میرسیم هیچ کسی در چارچوب وظیفه خودش نمیدونه چیکار باید بکنه. همه نگران اینن که مبادا خامنه‌ای و شخص اول نسبت به اینها موضع بدی بگیره و اینا همه چیزو از دست بدن. الان هم چیزی که ما شاهد هستیم در برخورد رئیسی، در برخورد سلامی، حتی قوه قضاییه، شما قوه قضاییه رو میبینید که امروز که خامنه‌ای سخنرانی میکنه مبنی بر اینکه در خیابان آقا میگیرند و الست و بلست، فردا قوه قضاییه میاد همه اون چارچوب‌های دینی و فقهی و مسائل حقوقی رو میذاره در یک طرف، صرفا نگاه میکنه که به چطور میتونه خامنه‌ای رو راضی نگه داره و میدید جوان رو در 3 هفته از بازداشتش تا اعدامش قضیه رو به سرانجام میرسه که اون آقا خوشش بیاد. خب این یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این افراد حتی هیچ گونه اعتماد به نفسی از مبنی بر اینکه جایگاهی که دارن ندارن. ما همه هموغمشون اینه که این آقا و این شخص مطلقه مورد وسوقش باشن و در واقع ایشون مورد تایید باشه براش همین چیزی. در نتیجه ما میبینیم که کاملا مشخصه که تنها کسی که مسئوله، تنها شخصی که کل این سیستم دهول محور اون میچرخه خامنه ای هست و همه این رفتارها هم که ما داره میبینیم نشان از این داره که این مسئله رو تایید میکنه و تمام اون تلاشایی که بسیاری میکنن برای اینکه خامنه ای رو مبرا نگه دارند و همیشه بگن که آقا روند در یه جای دیگه خرابه یا اجرا مشکل داره، در این بزنگاها دیگه همه اون هرچی رشتن در رو به شکی پنده میشه. آقای محمدی، معاندین در دستگاه فکری رئیسی چه کسانی هستند دقیقاً و بیرحمی مورد نظرش در حق این معاندینی که ازشون حرف میزنه تو کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ خدمتتون عرضم که اولا آقای رئیسی هیچ دستگاه فکری مشخصی نداره و من یه توضیح در اتو واژه فتنه که استفاده کردم خودم عرض بکنم خدمتتون که از سر اون تصمیماتی که خودشون میگیرن و سیاستی که خودشون دارن فتنه به جان ملت میندازن و بعد خودشون تمام اعتراضات مردم رو فتنه منتسب میکنن. این بحث معاندینم که شما اشاره کردید، اصلا وقتی که شما به دنبال این باشید که مسئولیت نپذیرید و همیشه متکلم وحده باشید و هیچ مشارکتی در مشارکت برای فضای سیاسی و اندیشه‌های سیاسی مختلف نذاشته باشید، وقتی که شما مسائل رو از الهیات میارید و خودتون رو در واقع در جایگاه مقدس قرار میدید و در مقابل مسائل زمینی که برمیگرده به کشورداری همیشه عاجز هستید، تنها راهی که میمونه اولا شما همه مخالفین رو باید از بین ببرید و سرکوب بکنید و سلبشون بکنید، دوم اینه که هر رو مسئولیت رو از خودتون فراپیکنی بکنید. خب بهترین راه و بهترین شیوه اینه که شما در واقع بیاید یک دستگاه دشمن سازی تعریف بکنید، هر کسی رو که میبینید که با شما ساز ناکوک میزنه اون رو ببرید در اون ساختار در واقع دشمن سازی قرار بدید و اون دشمن معاند خطاب بکنید و همه چیزو گردن اون بندازید. یعنی میشه گفت به یه شکلی دشمن فرضی، دشمنانی که خود این در واقع میشه گفت که مملکتی که باید به شکلی مردم طبق حرفی که خودشون میزنن در شعارهاشون که ولی نعمتانند و الند و بلند، ولی میبینیم که عملا دشمن اصلی این سیستم خود مردم هستن. هر جا ما میبینیم که قراره که فشاری وارد بشه، قراره که هزینه ای داده بشه از سمت مردم و قرار منفعتی باشه و رانتی باشه و سوء استفاده ای باشه، جماعتی از خودشون هستن. این بحث اشاره به معاندین از سمت افرادی مثل آقای رئیسی هم دقیقاً اون تکرار توتیواری است که از کل ادبیات ساری و جاری در سیستم میاد. وگرنه من فکر نمی‌کنم که آقای رئیسی واقعاً نظام فکری یا دستگاه فکری مشخصی داشته باشه که ما بخوایم رصد بکنیم که ببینیم منظورشون از معاندین چیه. همون چیزیه که خامنه‌ای همیشه اشاره میکنه و ایشون هم داره تکرارش میکنه. نمایندگان مجلس نامه دست جمعی میدن که معترضان رو اعدام کنید. رئیس دولت به یه نحوه دیگه دستور به قصابی ملت میده آقای محمدی. فلان بخش حوزه علمی هم پیشنهاد میکنه نه تنها اعدام کنین، دست و پای معترضین رو هم قطع بکنین. فکر میکنید نظام جمهوری اسلامی خودش رو در چه مرحله‌ای میبینه که چرخدنده های کوچیک و بزرگش همشون خواهان اعمال توحش شدن در واقع؟ ببینید دقیقا نشان از استیصال و سردرگمی و تمام آنچه که دارند رو هزینه کردن برای اینکه بتونن قضیه رو به فکر سرتاش هم بیارن به قول خودشون و بتونن اون خفقان ایجاد بکنن و توش مستحصل موندن. و این برخوردهایی هم که ما اینچنین داریم میبینیم از دو جنبه است. یه جنبهش همین سر استیصال و ناتوانی در مقابل مردمه، دوم این که اون چیزی که به عنوان سر هرم تعریف میشه هم خودش تنها راهی رو که براش مونده اینه که بیاد دوباره دست به جنایت ببره و دست به ارعاب ببره، یعنی همون در واقع نصر و روب و همون سیاست همیشگی.
و همون خدای دهشه هستی که اشاره میشد. حالا نکته ای که اینجاست اینه که مردم ایران تمام اون چیزی که قبلا تجربه کردن الان به یه شرایطی رسیدن که نسلی به وجود اومده که تونسته در مقابل اینها بیسته و با همه این خفقان ها خفقان رو بشکنه و همین هم هست که اینا رو به استیصال واداشته. و جالب اینجاست که موقعیتشون دقیقاً مثل اون فردی میمونه که در این باتلاق گیر کرده و هر دست و پایی که میزنه بیشتر فرو میره، که در همین مورد آخر بحث اعدام ها ما داریم میبینیم که این اعدام ها دقیقاً باعث شد که بسیار از افراد مذهبی که به این شکل قبلا دفاع میکردن الان در مقابل اینا بیستن و موازی انتقادی بگیرن. این بسیار خطرناکه برای نظامی که بر مبنای پایه‌های مذهبی سواره و باعث ریزش های خیلی جدی خواهد شد. آقای محمدی، همونطور که شما هم گفتید، رئیسی در حرفاش تلویحاً به جریان مذاکره برجامی هم اشاره کرد. به عقیده شما نظام چه اندازه برای بقای خودش به مذاکره وابسته است؟ اصل داستان اینه که این لرزی که بر اندام اینها افتاده کاملا هویداست و خودشون هم دست پشت رو کاملا گم کردن. و جالب اینجاست که برای اینکه بیان خودشون حتی برای افرادی که مخاطبشون بسیجی ها و کسایی که به شکلی میشه گفت که چهره های شناخته شده شون هستن و مورد وسوقشون هستن، وقتی میخوان صحبت هم بکنن مجبورن فکتای بیارن از باب اینکه مثلا فرضاً با ما دارن مذاکره میکنن پس ببینید ما رو قبول دارن. یعنی این حالتی که دنیا نسبت به اینها واکنش نشون داده، کمیته هایی که شکل گرفته، واکنش های منفی که بسیار رهبران خیلی جدی دنیا نسبت به جمهوری اسلامی گرفتند، مشخصه که در واقع در جمع اینها اون حالت این که دیگه خودشون هم لرزه و اندامشون افتاده کاملا هویدا شده. در نتیجه ما میبینیم که در تمام سخنرانی ها و تمام صحبتاشون مثلا فرض بحث براندازی به زبان میاد، چیزی که قبلا تابو بود، بحث این که با ما مذاکره میکنند خودش به عنوان یه پوان داره به حساب میاد. و این جالب اینجاست که شرایط به نوعی است که اینا آمادن که هر امتیازی بدن که بتونن اون مقبولیت سابق خودشون در فضای بین‌المللی پس بگیرن، که فکر میکنم بعید باشه بخاطر اینکه ما داریم میبینیم که کشور اروپایی حتی دارن میرن سپاه رو در لیست در واقع سیاه تروریستی قرار بدن و دقیقاً مشخصه که موضع کشورهای اروپایی هم نسبت به سابق کاملا تغییر کرده و یک چرخش 180 درجه رو مشاهده است. بسیار سپاسگزارم از شما دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.